آنچه شما در اینجا می‌بینید پوست گوجه فرنگی، دانه و توفاله آن است. هر سال صنعت گوجه فرنگی اروپا حدود 200 هزار تن زباله تولید می‌کند. از نظر زیست محیطی و همچنین اقتصادی چه راه حلی می‌توان پیدا کرد؟ در این باره محققان تلاش می‌کنند تا راه حل یا شاید بتوان گفت دستور آشپزی ویژه‌ای پیدا کنند. در این کارخانه فرآوری گوجه فرنگی در نزدیکی شهر پارما در ایتالیا هر فصل حدود 2200 تن گوجه فرنگی تازه فرآوری و بسته‌بندی می‌شود. 4% از گوجه خام به زباله تبدیل خواهد شد که مقداری از آن در تولید بیوگاز استفاده می‌شود. اما مدیران کارخانه طرح‌های بلند پروازانه تری در سر دارند. به کمک محققان در حال مطالعه برای استفاده متفاوتی از این زباله ها هستیم. به ویژه در نظر داریم از آنها برای بسته‌بندی محصولات غذایی استفاده کنیم. دانشمندان در چارچوب این پروژه تحقیقاتی اتحادیه اروپا به آشپزهای قهاری تبدیل شدند. هدف آنها به دست آوردن ماده‌ای به نام کوتینا، یک پلیمر طبیعی است که در پوست گوجه فرنگی یافت می‌شود و می‌تواند برخی ترکیبات شیمیایی را که برای پوشش داخل کنسروهای مواد غذایی استفاده می‌شود، جایگزین کند. هدف ما تولید یک ورنی یا لاک با همون ویژگی‌های تکنیکی و بهداشتی است که اکنون برای پوشش قوطی‌های کنسرو استفاده می‌شود. تلاش ما پیدا کردن یک ماده خونسا بدون بو و طعم است تا بتوان از آن برای محصولات غذایی کنسروی استفاده کرد. ما احتیاج به یک ورنی ضد آب داریم تا محصول غذایی با فلز قوطی کنسرو تماس نداشته باشد. ماده طبیعی کوتینا با محصولات معمولی دیگری مخلوط می شود تا ورنی یا لاک ارگانیک را تولید کند. کارخانه متالکوت سالانه حدود 15 هزار تن لاک محافظ مواد غذایی تولید می کند و اکنون راه های استفاده از کوتینا را نیز آزمایش می کند. کوتینا گوجه فرنگی کمی تیره تر است. ورنی که با آن تولید میکنیم رنگ خاصی دارد، رنگی که کمی طلایی به نظر میرسد. برای هنگامی که به یک ورنی رنگی احتیاج داریم محصول خوبی است، چون احتیاج به اضافه کردن رنگ نیست. اما اگر به ورنی کاملا شفافی نیاز داشته باشیم، باید برای آن به پژوهش ها ادامه بدهیم. حال ببینیم از لاک ارگانیک به دست آمده کجا و چگونه استفاده خواهد شد. در این کارخانه در نزدیکی تسالونیکی در یونان سالانه 120 میلیون قوطی کنسرو تولید می شود. لاک ارگانیک جدید اینجا در محیط تولید واقعی آزمایش می شود. مسئولان کارخانه می گویند که در صورت ارائه یک قیمت مناسب، بسیاری از مشتریان مشتاق هستند تا از قوطی های سازگارتر با محیط زیست استفاده کنند. هنوز نمی‌دانیم قیمت چقدر بالاتر خواهد بود، اما مطمئناً هنگامی که تولید به سطح صنعتی برسد هزینه‌ها به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت و فکر می‌کنم که در نهایت به همان هزینه لاک‌های موجود کنونی برسیم. در پی این پژوهش ما فکر میکنیم که لاک ارگانیک جدید میتواند تا 2.5 سال یا 3 سال آینده به بازار عرضه شود.